چهارشنبه است. نگاه میکردم به رسانه های اروپایی، بامداد امروز تنش فوق‌العاده‌ای در گرفته بین اتحادیه اروپا و ترک‌ها. ترک‌ها دارن فشار میارن که اروپا تکلیفش با ترکیه روشن بکنه. ترکیه بارها تهدید کرده که در صورتی که اتحادیه اروپا ترکیه رو از فهرست به اصطلاح اعضای این اتحادیه کنار بگذاره، حاضر نباشه گفتگو درباره عضویت ترکیه رو ادامه بده، مرزهاش رو باز خواهد، درها رو به روی پناهجویان باز میکنه. یعنی ناگهانی 3 میلیون پناهنده رو راهی کشورهای اروپا میکنه. این میشه سیلاب عظیمی که در این سیلاب دوم امکان نداره اتحادیه اروپا بتونه از نظر اقتصادی دوام بیاره. در نتیجه ریزش قطعی است، با توجه به اینکه در ایتالیا هم زمزمه هایی شروع شده برای اینکه این کشور هم بر پایه یک رفراندوم از اتحادیه خارج بشه. نگاه کنید، این مرز سوریه و ترکیه است، اینم سربازان ترک هستند، و در صورتی که این مرز رو برداره و با توجه به شرایطی که ترکیه پیدا سوریه پیدا کرده، به ویژه بعد از این ماجرایی که بر سر حلب گذشت، این جنایات جنگی هولناک و فرار صدها هزار اهالی حلب و شهرهای دیگر که همه به عنوان آوارگان جنگی محسوب میشن، اون وقت این اتفاق برای اروپا واویلاست، واقعا واویلاست و نمیدونن چه باید کرد. اما در این حال ترکیه نسبت به مسائل سیاسی ایران هم خیلی خودش رو علاقمند نشون میده. برای این خستین باره بعد از مدت ها همینانم که دوباره ترک ها رو در زمینه مسائل قومی ایران فعال میبینیم. اجازه که در این زمینه گفتگو کنیم با شخصیت صاحب نظر، آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز. دکتر تقی‌زاده استاد علوم ارتباطات بین الملل و در زمینه مسائل ایران به طور دائم سرگرم کندوکا و تحلیل و نگارش. و نگارش خیلی مهمه که آدم مسائل مربوط به میهن و مملکت خودش رو هم تعقیب بکنم، پیگیری کنه، هم تجزیه و تحلیل، هم اونا رو به صورت مکتوب منتشر کنه. دکتر تقی‌زاده، درود بر شما. سلام به شما آقای میبودی. امروز ما پیشگفتار برنامه‌مون دیر انجام شد، ظاهرا لس آنجلس هم ترافیکش رو به مجریان تلویزیون پارس تحمیل میکنه. گفتید که نمیدونید در مورد راه حل این مسائل چه بکنید. گفتم شاید من و شما مسئول شدیم یک راه حلی هم برای آینده اروپا تدوین کنیم. خب دکتر، واقعا اوضاع جهان در هم ریخته است دیگه. یه موقع صحبت از نظم نوین جهانی بود، در تلاش آمریکا برای حفظ این نظم. امروز ما به یک جهان بی نظم و در هم روبرو هستیم. خب دکتر تقی‌زاده، ایران و ترکیه به نظر مبحث خیلی مهمی است. می‌پردازیم به مسائل دیگر. در ضمن در همین برنامه نخستم، منزل نخستم، برای هموطنان ارجمند فرصتی قائل میشیم که با ما تماس بگیرن. امیدواریم بیشتر از ایران باشه. گزارش هم از ایران داشتیم. یک روزنامه‌نگار آلمانی رفته به ایران، خانم روزنامه‌نگار سرشناسی است، گزارشی داده، خیلی تکان دهنده است از وضعیت روحی مردم، از عصبانیت مردم از این حکومت، از عصبانیت مردم از مذهب، موری مردم از مذهب، دور فوش میدن، دشنام میدن. یعنی کار به اینجا رسیده. دلار هم که نزدیک 4000 تومان. دکتر تقی‌زاده بفرمایید. در مورد دو اتفاق امروز میل دارم صحبت کنیم. یک اتفاق کوچکی است که میتونه تاج کوه یخی باشه که بدنه بزرگتر زیر آب پنهانه و بایستی که به هر حال این مسائل رو پیگیری کرد و ریشه یابی کرد. مسئله دوم اتفاقی است که امروز افتاد و اگر مجال بود به نتایج و آثار این اتفاق دوم اشاره میکنم. اتفاق اول یک کنفرانس کوچکی در شهر استکهلم برگزار شد که ظاهرا عنوان اون این بود که ما در مورد آینده چندگونگی، پلورالیزم در ایران و ملت‌های ایرانی بپردازیم. این معماری این گروه رو طبیعی است که وقتی توضیح دادم خواهید شناخت چه کسی انجام داده، ولی به دست فردی است که معروف به سیاست پانتورکیزم. پانتورکیزم هم به دنبال
ایجاد یک شمایلی از عثمانی از بین رفته است. خنده‌دار آقای میبودی که ما امپراتوری ایران رو داریم، به دنبال تجدیدش هم نیستیم و به دنبال منظم کردن بخشهایی از ایران که در همین صد و چند سال گذشته از کشور جدا شدن نیستیم، ولی عاشقانه برای اینکه خودمون رو فعال نشون بدیم به دنبال ایسپای دیگری میریم که سنخیتی که با ملیت ما نداره در تضاد با اونم هست. یک زمانی به دنبال پان عربیزم دهی میرفتن و حالا دهی علم پانتوکیزم رو بلند کردن که اردوغان هم از این قضیه خوشحاله، با اینکه آدم ملیگرایی به اون صورت نیست، ولی به هر حال چون بخشی از هدفهاش رو تامین میکنه به این قضیه علاقمنده. در شهر استکهلم کنفرانس برگزار شده بود با حضور در حدود 25 نفر که این رو تکرار میکنم اتفاق مهمی نبود، ارزش اشاره کردن به اون رو هم شاید نداره، ولی با پولهایی که خرج میکنن و تبلیغاتی که در مورد این اتفاق صورت میدن میشه نگران شد که برنامه های بزرگتری ممکن است در پیش باشه. میدونید بر سر سوریه بین ایران و ترکیه اختلاف در گرفته و این اختلاف با وجود سفری که سال پیش روحانی به ترکیه کرد برای نوعی از آشتی ظاهراً به جای درستی نرسیده. دولت روحانی شاید خیلی علاقمند نیست که آتش این اختلاف رو روشن‌تر کنه، ولی اصولگرایان حکومت، اونهایی که در سوریه منفعتی دارن و دستی در این جنگ منطقه‌ای دارن و این جنگ نیابتی رو هدایت میکنن، در این مورد علاقمندن و برای ایران تدریجا ظاهرا دارن مسئله ساز میشن. یعنی سوریه داره برای ایران مسئله ساز میشه. تا حالا نگرانی ما این بود که سوریه هزینه هاش رو ایران تامین میکنه. سوریه باعث شده که بیش از 1000 خانوار ایرانی در طول 2 سال گذشته به علت کشته شدن ناناورشون در این کشور عزادار باشن، بی سرپرست باشن، و سوریه باعث شده که وضعیت اقتصادی ایران از این هم که هست نابسامانتر بشه و مناسبات ایران با کشورهای منطقه‌ای با مشکل جدی روبرو بشه. ولی جدی‌ترین مشکل میتونه در ارتباط با ترکیه باشه که واقعا تا به حال دو همسایه نیازمنده به هم بودن. ترک ها از ایران گاز میخرن، نفت میخرن و به ایران کالاهای مصرفی میفروشن، هم ایران مورد نیاز ترک هاست و هم ترکیه به همکاری با ایران نیازمنده. ولی مسائل برون مرزی باعث شده که اختلافات پیش آمده به نوعی حرکاتی بیانجامه که میتونه برای ایران، تکرار میکنم، مسئله ساز باشه. مدتی است که عربستان بازی با کارت عربهای سنی ایران رو مورد توجه قرار داده. مدتی است که با تجزیه طلبی در کردستان خودش رو در ارتباط قرار داده و مدتی است که در عراق سنی ها رو علیه شیعیان به نیت اعمال فشار علیه ایران تحریک میکنه. ولی ترکیه این بازی رو به شیوه عربستان انجام نداده، به نحو دیگری با توجه به پیاده نظام هایی که برای خودش فراهم کرده پیش میبره. البته صحبت هایی میکنه که من بعد از توضیح اولم به اون اشاره خواهم کرد که هشدار اصلیم اونجاست. این کنفرانسی که برگزار شد با شرکت 25 نفر 24 نفر در استکهلم ظاهرا حتی پنهان نکردن که عنوان این سمینار رو وقتی که گذاشته بودن سخنرانی های سمینار که نگاه میکنیم میبینیم خیلی آدم های سنگین وزنی درشون نیست، یعنی یه تعدادی رو از جامعه آذری های ایران انتخاب کردن، کسانی که با پانتورکیزم معروف هستن و بدون دعوت حتی از یک حزب شناخته شده کردستان یک یا دو نفر هم از کردهای طالب تجزیه از اون منطقه رو دعوت کردن و دست بر قضا یکی از یاران ما هم به این جلسه رفته بوده که این جای تأسف داره که چرا ما از پیش به وجوه مختلف یک رویداد فکر نمی کنیم. برگزار کننده اسمی این کنفرانس یه آدمی است که به عنوان یک پانتورکیست معروف، یک چند سالی در بستر جمهوری آذربایجان میخوابید و از اونجا علم و کتلی برپا کرده بود به دنبال اتحاد با آذربایجان جنوبی و رفتن به سمت پانتورکیزم.
این آدم این مجمعی رو که اسمش گذاشته مطالعات تبریز در آنکارا ایجاد کرده با اعتبار دولت ترکیه، وزارت اطلاعات ترکیه. هزینه های این کنفرانس هم وزارت اطلاعات ترکیه پرداخته، بلیط برای کسایی که برای سخنرانی دعوت کرده بودن، هتل برای اونها گرفته، یک میهمانی در روز اول برگزار کرده و فعالیت هایی از این دست که اونجا نه حتی به عنوان قومی، یک گام هم جلوتر از مسئله قومی، به عنوان ملت های ایران از اون یاد بکنن که نفس تجزیه طلبی در عنوان و اسامی که انتخاب میکنن هست. جای این تردید زیادتر میشه وقتی که میبینیم در یک جا آقای اردوغان اعلام میکنه، این صحبت همین دو سه روز گذشته است، که علت حضور نظامی ترکیه در سوریه برکنار کردن اسد، در حالی که جمهوری اسلامی حفظ اسد رو خط قرمز خودش اعلام میکنه. در کنار این اظهارات اردوغان که باعث شده آقای لاورو وزیر خارجه روسیه در طول دو سه روز آینده به ترکیه بره در این مورد صحبت بکنه، معاون نخست وزیر ترکیه دو سه روز قبل اظهار کرده بود که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا بکنه، کشورهای مسلمان منطقه دور همدیگه جمع نشن. این ظاهرا به عنوان دلسوزی این رو گفته، منطقه در خطر تجدید قرارداد یا توافق ساکس پیکوست. من این رو توضیح بیشتر میدم. این قرارداد در سال 1916 در جریان جنگ اول جهانی منعقد شد که یک فرد انگلیسی به اسم آقای ساکس و یک فرد فرانسوی به اسم آقای جورج پیکو نشستن و برای اینکه منطقه نفوذ برای خودشون درست بکنن، منطقه‌ای رو که پیشتر متعلق به امپراتوری عثمانی بود روی نقشه با خط مستقیم، یعنی یکی از مزایایی که این دو فرد به اون اشاره میکردن در مورد توافقی که صورت دادن، که البته این توافق مورد تایید روسیه هم قرار گرفت، این بود که خطوط منحنی و کج و موج نداشتن و خطوط مستقیم کشیدن و در نتیجه این خط‌کشی ها سوریه به وجود آمد، عراق امروز به وجود آمد و همینطور کشور لبنان. حالا اون چه که معاون نخست وزیر ترکیه میگه نمیتونه به هیچ کجای دیگری بره به جز ایران، که در این کنفرانس روز شنبه به عنوان پلورالیسم و آینده ملت‌ها در ایران اشاره کرده. وقتی این حرف ها رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم دلسوزی معاون نخست وزیر ترکیه به نوعی هشدار به جمهوری اسلامی که ایران ممکن است در خطر تجزیه قرار بگیره و این ملت ها از درون این کشور جدا بشن اگر ما با هم به توافق نرسیم و وضع موجود رو، یعنی توافق ترکیه در مناطق تحت نفوذ خودش، نپذیریم. به هر حال اختلافاتی که جمهوری اسلامی به صورت غیر ضروری با کشور همسایه ترکیه ایجاد کرده، ترکیه رو به حرکاتی وادار کرده که آیندهش برای ایران میتونه خطرناک باشه. آدم هایی مثل اردوغان یا علی خامنه‌ای رفتنی هستند، ولی کشورهای بزرگ منطقه مثل ایران، مثل ترکیه، کنار هم قرار دارن. اینها سالها بودن و سالها خواهند بود بدون توجه به حکومت روس و نیاز متقابل به هم دارن. و جای تأسفه که بعضی از ایرانی های کوچکندیش حتی اگر نیت بد هم ندارن، با اعتبار به دست آوردن یک دستمال به سمتی میرن که نتیجه اون آتش زدن قیصریه است، شرکت کردن در این کنفرانس های مشکوک و تبدیل شدن به بوق تبلیغاتی برای کسانی که ظاهر و صلاح هستند ولی در باطن جیرخور قدرت های دیگری هستند. و این بار بازی اونها همونطور که عرض کردم میتونه برای ایران امروز ما خطری جدی باشه. تشکر میکنم آقای دکتر تقی‌زاده عزیز. اگر واقعا جمهوری اسلامی تصور میکنه که میتونه دست درازی بکنه به کشورهای مختلف منطقه و دنیا ساکت بمونه، من از همیش داره اشتباه میکنه. دنیا بیکار نیست. این ترکیب دولت آقای دونالد ترامپ، آقای تقی‌زاده به شما چی میگه؟ هنوز آقای میبودی کمی زوده که راجع به ترامپ بتونیم صحبت جامع‌تری داشته باشیم. البته دولت او تقریبا تکمیل شده، شاید در ظرف 24-48 ساعت یا 36 ساعت آینده
ما با اسم وزیر خارجه آمریکا، وزیر خارجه آینده آمریکا آشنا بشیم که تا این لحظه ظاهرا نوک دماغ آقای میترامنی جلوتر از نامزدهای دیگه است، یعنی آقای جولیانی و احتمالاً سخنگوی سابق کنگره آقای گینگریچ. ممکن است که در نهایت تعجب اسم دیگری هم در بیاد، ولی آقای ترامپ در طول هفته های اخیر و روزهای اخیر به این مهمترین پست کابینه نمیتونسته به صورت پنهانی بپردازه، با کسانی گفتگو بکنه که تماس اون دوتا صحبت یا دعوت برای مصاحبه برای شغل موضوع خبری رسانه ها نشده باشه. و چون گفتگوهای اصلی ظاهرا با آقای ترامپ با آقای میترامنی بیشتر صورت گرفته، آخرین ملاقات تا این تاریخ با او بوده، به نظر میرسه که تا این لحظه او بخت بلندتری داره برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری، به خصوص که بعد از دیدار اخیر او هم تعریف و تمجید زیادی از آقای دونالد ترامپ کرد، درست عکس اون نکاتی که پیش از نهایی شدن نامزدی آقای دونالد ترامپ و بعد از نهایی شدن در مورد او گفته بود. اگر ما آمدن میترامنی دولت ترامپ کامل بشه، بعد باید به این نتیجه گیری برسیم که آقای میترامنی با آقای فلین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ چه خواهد کرد. البته پست وزیر دفاع هم باقی مونده، هنوز برای پست وزارت دفاع هم قطعیت پیدا نکرده که چه نامزدی پیشتر از بقیه است. بعد از تکمیل این کابینه میتونیم با هم صحبت بکنیم، ولی حتی یک مورد در کابینه ی آقای ترامپ به عنوان نامزد کسی دیده نمیشه که یا روی موافق با توافق اتمی ایران و آمریکا و گروه پنج به علاوه یک داشته باشه، یا ابراز تمایل کرده باشه به نوعی از نزدیکی با جمهوری اسلامی، برخلاف خانم کلینتون که همیشه ریغ میکرد داشتن روابط کاری رو با جمهوری اسلامی، و یا دولت آقای اوباما که بسیار از دید من به جمهوری اسلامی کمک کرد، بسیار اقداماتش برای بقای جمهوری اسلامی مؤثر بود، و همین برجام که با تحمل فشارهای زیاد از سوی کنگره آقای اوباما موفق به پیش بردن شد، در حقیقت برای جمهوری اسلامی یک بند ناف تازه برای ماندگاری باقی گذاشت. به نظر من برجام در خطر انحلال مستقیم نیست، آقای اوباما هم اون رو اعلام نمیکنه که میخواد پاره بکنه و دور بریزه، ولی شرایطی پیش خواهد آمد بعد از تشکیل کابینه ترامپ و آغاز دولت او که ادامه برجام رو در سال آینده مسیحی بسیار بسیار دشوار خواهد کرد. تشکر میکنم. انتخاب آقای استیون منوغین امینانم در پست وزارت خزانه داری، یعنی این رئیس ادامه تحریم های ایران، به نظر میرسه که سیاست تحریم شاید شدیدتر از گذشته در مورد ایران ادامه پیدا بکنه. از انتخاب های آقای ترامپ امینان عزیزم، در ضمن برخلاف همه پیش بینی ها که در صورتی که ترامپ رئیس جمهور بشه بازارهای سهام فرو خواهد بید، برعکس در ایالات متحده آمریکا بازارهای سهام رکورد شکستن. از خیلی منتر اعلام شده بود که دلار تضعیف میشه، دلار به شدت تقویت شده، و از همینک هم روی اقتصاد ایران اثر قاطع داشته، هم در زمینه تورم، بالا بردن قیمت به اصطلاح نرخ کالاهای اساسی، و اینکه بسیاری از فروشگاه‌ها کالاهاشون رو نمیفروشن، پنهان کردن بلکه گرانتر بشه بعد اون را عرضه بکنن. این یعنی نشانه بی اخلاقی تام در میهن مملکت ما، اونم در شرایط بغرنج و بحرانی. با آقای دکتر رضا تقی‌زاده هستیم. از این لحظه برنامه در اختیار شماست. همیهنانم شب گذشته با آقای میترامنی هم چه گفت آقای دکتر تقی‌زاده با آقای ترامپ دیداری داشت، در کجا؟ در رستوران ترامپ تاور. و بعدم که دیدار دوستانشون تمام شد، آقای رامنی خیلی تحسین کرد، از ترامپ ظاهرا اون رو از پیش نمیشناخته، برای اولین باری که او برخوردهای مستقیم داشته. ولی جالب اینه امینانم که آقای ترامپ اعلام کرد، چون یکی از مباحث اصلی رادیو تلویزیون های لیبرال در ایالات متحده آمریکا این بود که ترامپ یه میلیاردره، با بسیاری از کشورهای دنیا رابطه تجاری داره، حتی بعد از انتخابش با یک هیئت تجاری هندی دیدار کرده بر سر منافع خودش در هندوستان. میگفتن این چطور میخواد با این منافع خودش، منافع شخصی خودش رو با منافع ایالات متحده آمریکا انطباق بده.
به شکلی که منافع آمریکا زیان نبینه. آقای ترامپ امروز اعلام کرد که از تمام کارهای تجاری خودداری میکنه، یعنی کارها رو کنار میگذاره، دیگه کار تجاری انجام نخواهد داد، تمرکزش روی. اما عکس اشمیگل هم روی جلد خیلی با معناست. نگاه کنید، این خانواده آقای ترامپه، ازش به عنوان یک خانواده فامیل وحشتناک یاد کرده. داماد، دو پس دخترش، فرزندانش، حضورت که عرض کنم خود ترامپ که نشسته روی صندلی طلایی و این طرفتر پسرش آقای بارونه. اما اون چی که جالبه، با اینکه همه خبردار ایستادن، یک نفر روی دسته صندلی نشسته، اونم دختر آقای ترامپه. همسر آقای ترامپ کجاست؟ در سایه است، اون ته، یعنی این فرست لیدیه. معنای این تصویر اینه که فرست لیدی در کاخ سفید دختر آقای ترامپه. و خب ازشم به عنوان یک دختر چیزهوش، یک مدیر برجسته یاد میشه و گفته میشه که این مشاوره های بسیار مؤثر متنفذ او بود که باعث شد ترامپ برخی از عناصر ناکارآمد در اردوگاه انتخاباتی خودش رو کنار بگذاره، افراد صاحب نظر رو استخدام بکنه. یه بار دیگه عکس رو نشون بدی، خود این عکس رو نگاه کنید، خیلی با معناست. اگه میشه بزرگترش کنید. ولی اینکه خانم ملانیا ترامپ اون تهه و خیلی فاصله داره با صندلی قدرت، به نظرم با معناست. این روی جلد اجپلانوی شویبه. میریم روی خطوط تلفن کوتاه مفید مختصر، بفرمایید. درود بر شما. درود بر حضرت عالی، بفرمایید قربان. آقای دکتر تقی‌زاده اول برنامه صحبتی کردن راجع به کنفرانس استکهلم. بله بله. یه دفعه برنامه عوض شد دیگه ادامه ندادم، میخواستم خواهش میکنم یه توضیح بیشتری داده بشه راجع به همین کنفرانس. آقای تقی‌زاده بفرمایید. متشکرم. ببینید، یک وقت هست که یک بار آقای میبودی هم توی یکی از این برنامه به این موضوع اشاره کردی، کسی به کسی فوش میده. وقتی ما اون فوش رو تکرار میکنیم، تبلیغ بیشتری برای فحاش میکنیم. من اشاره کردم که این کنفرانس واقعا اتفاق مهمی نبوده، ولی هدف برگزار کنندگان کنفرانس با اشاره من به آدمهایی که در این جماعت بودن یا تبلیغات دیگری که صورت میدن میتونه به نوعی تامین بشه. گفتم این کنفرانس ظاهرا عنوانش این بوده است که ما به آینده چندگونه‌گرایی در ملت‌های ایرانی بیاندیشیم. ظاهرا هدفشون بازگو کردن حقوق از دست رفته ملت‌های ایرانی است. نمایندگانی در اونجا داشتند که نیمی از اونها عنوان ترک رو به دنبال خودشون میکشیدن، یعنی ترک قشقایی، یکی رو از اونجا دعوت کرده بودن. ظاهرا در خوزستان کسی رو پیدا نکردن که ترک عرب بیارن، ولی عربی رو آوردن که معتقد 70% خوزستان متعلق به اعراب و مخالف همپیمانی و بودن جز ایرانه، در حالی که خوزستان استان ایرانی است، همیشه ایرانی بوده، سرزمینی بوده که با در کنار فارس تاریخ هخامنشی رو رقم می‌زده. و این واقعا عنوان عرب دادن به استان خوزستان اون چیزی است که پان عربیستان می‌خواستن، به امروز ظاهرا پان ترکیستان هم خودشون رو کنار اون قرار دادن. یک خانومی که به هیچ حزب کردی منصوب نیستم به این جمع دعوت شده بوده و دو سه اهل قلم یا متظاهر به داشتن قلم که یکی از اونها نسبت کردی داره، ولی بقیه ترک هستن یا اونطور که خودشون در کنفرانس گفتن ترک. و حتی اینها در متونی که می نویسن آذری رو با ز با زال نمی نویسن، با ز می نویسن که ابداع تازه اونهاست، بگن که ما ترک هستیم و ترک زبان هستیم، هیچ سنخیتی با آذربایجان نداریم، فارغ از اینکه حتی جمهوری آذربایجان هم آذربایجان، جمهوری ترک نیست در شمال ایران، و آذربایجان ایران رو هم همینطور تصمیم گرفته بود چندی پیش جمهوری اسلامی که یک کرسی ادبیات آذری در دانشگاه تبریز ایجاد بکنه. این حتی کرسی آموزش زبان آذری رو اونها زبان ترکی میگن و میگن که هر چقدر شما
اصرار بکنید ما آذری هم حتی نیستیم، ما ترک هستیم و به دنبال پانترکیزم. کسی که این کنفرانس رو برگزار کرده بود، همونطور که عرض کردم، 6 سال در باکو سنگ پانترکیزم رو میزد، ولی ظاهراً حالا لقمه چربتری در آنکارا و نزد دولت اردوغان پیدا کرده با اختلافاتی که بین جمهوری اسلامی و ترکیه بروز کرده. از ترکمنستان ایران هم باز یک نماینده برده بودن که اونها ترک های اون منطقه بودن ظاهرا، و هدفشون این بوده است که، البته اکثریت این جماعات بغیر از اونهایی که با عنوان فارس معرفی میکنن، یعنی می نویسن احمد رفعت فارس یا حسن اعتمادی فارس، اینهایی که با نداشتن به اصطلاح نسبت قومگرایی در اینجا دعوت شدن، و مجموعه این کنفرانس بقیه مردم ایران رو اقلیت فارس میخونن که در این مجموعه ایرانی ها، فارس ها به اصطلاح اونها، با زور کنترل ملت های دیگر رو، ملت های دیگه اونها ملت های دیگر رو به دست گرفتن. واقعا این فاجعه است که یک ایرانی که حتی مدعی حقوق قوم ها به اون صورت هم نیست، گول میخوره یا چشم‌بسته به این اجتماع ها میره و این اقدامات رو صورت میده. بیشتر از این واقعا شاید در حد این هم نیست که من پیرامون کنفرانس صحبت بکنم، ولی اون چی که پشت این کنفرانس هست و این پیاده ها رو میرونن خیلی میتونه با اهمیت تر باشه و باید به اون موضوع پرداخت. و نگرانی عمده من این است که شروع کار، اون چی که عنوان تاج کوریخ ازش یاد کردم، بدنه بزرگتری رو زیر پا نداشته باشه و بهتر است که زودتر این مسائلی که میتونه در آینده ایران تاثیرگذار باشه در سطوح دیگری مورد بررسی قرار بگیره و اختلافات ترکیه با ایران حل بشه. من اختلافات بین اردوغان و علی خامنه ای حکومت او رو عنوان نمی کنم، واقعا اختلافی نباید بین ایران و ترکیه وجود داشته باشه و باید دو ملت ایران و ترکیه با هم در نهایت دوستی سازش کنند. تشکر میکنم. یه موضوعی که من متوجه شدم، این طرح مجدد به اصطلاح مفهوم ملت‌های ایرانه در برخی از متون سیاسی، متاسفانه حتی در بین گروه‌های راست و ملی‌گرا هم دیدم در بیانیه‌هایی که منتشر کردن، از ملیت‌های، یعنی چی؟ یعنی ایران ترکیبی از ملت‌های مختلفه، در که همه ما می‌دونیم که به ملت علل رسول به مجموعه آدم‌های اطلاق میشه که در چهار دیواری مملکت زیر چتر یک فرهنگ، سنت‌های مشترک، نمی‌دونم آداب مشترک زندگی می‌کنن و یک به اصطلاح یک همزیستی تاریخی دارن. وقتی میگیم ملت‌ها، مفهومش اینه که گروه‌هایی هستن که باید برای اونها چهار دیواری درست کرد، یعنی باید تو چهار دیواری خودشون زندگی کنن. خب فعلا چهار دیواری ندارن، ملت‌هایی هستن که به زور به ستم تو این چهار دیواری محبوس شدن، در حالی که اینها باید در خانه خودشون باشن. خانه خودشون در دیوار نداره، باید براشون در دیوار ایجاد، هیچ معنای دیگری نداره. وقتی میگه ملت‌های ایران یعنی همین. بعدم پارس کجاش قومه؟ پارس جغرافیاست، پارس جغرافیاست. در کجای تاریخ ما یه قومی، یک قبیله‌ای به نام پارس سراغ داریم؟ حتی در خود استان فارس ما نداریم قبیله‌ای به نام فارس ها. یک اسم، یک جغرافیا در میهن منطقه ما فارسه. اون منطقه هم هخامنشیان درش پدید آمدن فارس نیست، انشانه، خوزستان امروزه. خب بریم رو خط دیگر. اینا هم از اون ادعای عجیب غریبه ها هم، یعنی هم چیزهای خلاصه مسائلی است که جدیدن سر کلش پیدا شده و نشون میده که کشتیبان را سیاست دیگر آمده. دنیا رو اره میکنی، شما رو اره میکنن، همینه. درود بر شما، بفرمایید. درود فراوان بر شما، بر جناب دکتر تقی‌زاده. قربان شما، بفرمایید. حالیم که ما مجددن قیافه ایشون رو و از آن شروع میشدیم. جناب تقی‌زاده، میدونید شما بهتر از همه چهر کسی که تمام مسائل دنیا، تمام ایدئولوژی ها پایه اصلیش اقتصاده و در این شک نباید کرد که هر ایدئولوژی اگر بخواد به هدف برسه باید اقتصاد قوی داشته باشه. در این مورد همیشه شاهنشاه ایران محمد رضا شاه ایران ساز
مطرح میکرد که اگر ما بخوایم واقعا به یک دموکراسی برسیم باید یک اقتصاد کامل داشته باشیم، اقتصاد پویا داشته باشیم، اقتصاد کشورها دموکراسی برای کشورهای فقیر گرسنه بیخانمان علی‌رغم تمام تشبثات این ریز و درشت این نمیدونم حقوق بشر و این حرفا فقط یک کاریکاتوری میتونه باشه. این یک مسئله است و ما شکی نداریم که امریکا یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا روی زمین امروزه، در این شکی نیست. ولی من این مسئله میخواستم با شما مطرح بکنم که واقعا خود منو گیج کرده. ما در پورتلند و اورگون قربان یک مال بزرگی داریم به اسم واشنگتن اسکوئر. در اینجا انواع اقسام مغازه ها به بهترین نحو تمام مسائل وجود داره، تمام بهترین سالن ها. من یک روزها میرم در اونجا بیکار هستم، میگردم و گردش میکنم. باور بفرمایید از بین تمام این منطقه بی بزرگی من ندیدم این همه البسته، این همه مسائل معروف از شیر شتر و سوسمار در این مار هست، در این حال هست. من ندیدم یک چیزی Made in USA باشه، اصلا پیدا نکردم. فقط در سیر چند تا هم تقریبا یخچال دیدم که به اسم میدان یسه بود. این یک مسئله. بعد یک روزه من در هوا فوق العاده اینجا خوب بود، اینا بهتر زده را آفتاب بود. میدونی در بند اورگان میگن که قربان 6 ماه از سال بارون میاد، ولی 6 ماه دیگه چه بارانی. ولی اون روز آفتاب بود، من رفته بودم سر چهار را خودم خواستم یک آمار بگیرم. باور بفرمایید از تقریبا 53-54 تا ماشین که رد شد بدون شک که من کلام در حدود 42-43 تاش ماشین های خارج امریکا بود. دو تا فورد بود، یک دونه وانت بود، چند تا جیپ بود، همین فقط. و میدونید این بزرگترین صنعت امریکا بوده. واقعا به نظر شما این توازن در مبادلات امریکا در حال حاضر، یعنی صادرات و واردات، واقعا به چه صورته؟ تشکر میکنم، ممنونم. اتاق زده جواب شنونده ارجمند ما رو بدید لطفا. بذارید اول از انتهای صحبت شما شروع بکنم. آیمی بودی که گفتید ممکن است دختر ترامپ بانوی اول کاخ سفید باشه. در عمل هرچند که طبیعتا همسر ترامپ رسما بانوی اول آمریکاست، ولی این قضیه بی سابقه نیست. من خاطرم هست نزدیک به 40 سال پیش در یک سفر رسمی به بلغارستان بودم، بخشی از سفری که مجارستان و یوگسلاوی سابق رو هم در بر داشت، و در فرودگاه تئودور ژیوکوف به استقبال هیئت ایرانی آمده بود که در رأس اون پادشاه ایران و ملکه بودن. و کنار آقای ژیوکوف رهبر حزب کمونیست بود، در حقیقت رهبر و رئیس کشور بلغارستان بود. ولی کنار ژیوکوف که آدم سالمندی بود، موی سر کمی هم داشت، یک دختر جوانی قدم میزد. همراه او بود اصلا که این تابتای هم ایستاده بودن و با این همراهان گروه دست میدادن استقبال کردن. همین دو نفر به بدرقه هم آمدن. و وقتی که ما به محل اقامتمون رسیدیم، برای من یه خورده جای تعجب بود که بپرسم این خانم همسر ژیوکوف هست یا نه، ولی فهمیدم که ایشون دختر ژیوکوفه. بنابراین شما خیلی تعجب نکنید که اگر یک دختر رهبر کشوری بانوی اول اون کشور در مراسم رسمی هم باشه. در موقعیت‌های دیگری رهبران اتحاد جماهیر شوروی هم در جاهایی از دخترشون به عنوان بانوی اول یا بانویی که کنار اونها قدم میزد استفاده کردن. بنابراین خیلی این قضیه بی سابقه نیست. ولی نکته ای که بیننده ما به اون اشاره کردن در مورد کالاهای غیر آمریکایی، دقیقا قلب اون چیزی است که دونالد ترامپ اون اشاره میکنه و میگه مشاغلی که متعلق به کارکنان و تولید کنندگان و صنایع آمریکایی هست به دست خارجی ها سپرده شده. البته همه این مشاغل رو دیگه نمیشه به آمریکا بازگردون.
مقرون به صرفه نیست برای شاید کارگر آمریکایی که یخچال مثلا جنرال الکتریک درست بکنه با همون قیمت یخچال تولیدی بیکوی ترکیه اون رو بفروشه. ولی همزمان ما این که ما ببینیم در فروشگاه ها و مال های آمریکایی کالاهای چینی، کالاهای ترک، تولیدات کره جنوبی به فروش میره، هواپیماهای ایرباس موتورهاشو آمریکایی‌ها تولید میکنن. صادرات آمریکا شکل دیگری گرفته، کالاهای مصرفی دیگه اونقدر به صرفه اقتصاد آمریکا نیست تولید کردنش. همراه با صادرات دلار به همه نقاط دنیا برای خرید این کالاها، کالاهای پیشرفته تری آمریکایی ها به دنیا صادر میکنه. این وضعیتی است که در اندازه های دیگری ژاپنی ها هم ناگزیر به اون رسیدن، تا حتی کره جنوبی هم با اینکه اقتصادی داره پایین تر از نظر فناوری، رشد فناوری از مثلا ژاپن یا آمریکا، اونها هم تولید بعضی از کالاها به صرفه‌شون نیست. تردید نکنید که در طول سالهای آینده چینی ها هم به این حد میرسن، یعنی تولیدات خودشون رو واگذار میکنن به کشورهایی مثل تایلند، بیشتر اون رو کالاهای مصرفی مورد نیازشون رو، و آغاز میکنن تولید کالاهای پیچیده تری رو. این به نوعی چرخه دوران تازه رشد صنعتی و تکنولوژی است، و بیچاره کشورهایی مثل کشور ایران که نه تولید دست پایین دارن و نه تولید دست بالا، ولی جنگ افزار رو خوب به کشورهای دیگه صادر میکنن و ادعای قدرتشون خروج گلوله از دهانه تفنگ‌های اسقاطی 40 سال پیشه. عزیزا نگاه کنید، قولها، پایان عصر قولها. به مناسبت در گذشت فیدل کاسترو هم میانانم اکثر میبینید چرچیل، استالین، چگوارا، تیتو، دوگل، هیتلر، گاندی. به نظرم واقعا مثلا شاید نام ویلی برانت، محمد رضا شاه پهلوی، گرومیکو با اینکه وزیر خارجه بود، آقای چوینلای با اینکه وزیر خارجه بود، که قولهای عصر خودش بود، مونتستون که عکسش هست، حضرت ناصر، جمال عبدالناصر، خانم گلنمهیر، آقای آبا ایمان و سوکارنو در اندونزی، ذوالفقار علی بوتو، و واقعا یک دوره درخشانی بود. یعنی جهان رهبران فرهمند داشت. هوشیمین در ویتنام. خب فوق العاده عکس این روجرد جالبی داره آقای پهلوان عزیز. نگاه کنید، میریم روی خطه. درود بر شما، بفرمایید. به درود، سلام بر شما، بفرمایید. رفیق شما دوباره ظاهر شد، امام زمان. بفرمایید، بفرمایید. دلم برای قول، آره امروز خیلی تنگ شد، دلم برای قول ها تنگ شد. دلم تنگ نشده، دلم با حال دنیا میسوزه. واقعا دلم با حال دنیا میسوزه، دلم اول با حال ایران میسوزه. آخه من یه ممکنی نم آدم کوچوله در کنار هم توی مملکت، اداره مملکت رو به دست، این چنین چیزی ممکنه؟ آخه بابا آدم بلد باید باشی بگه نه، من روحانیم، من یه مقامی هستم، درس میدم تو کلاس، من نمیتونم رئیس جمهور بشم، من اسمم خاتمیه، من ساخته شدم برای اینکه رفتم طلبگی خوندم، من که رئیس دستگاه اجرای مملکت نمیتونم باشم. یه تکنوکرات رو صدا بزنی، یه آدم با سواد رو صدا بزنی. اگه ما بلد بودیم بگیم نه آقای باریک بین، به این بدبختی گرفتار نمیشدیم. جناب آقای میبودی، بحث اصلی منم همینه، رمز بقای جمهوری اسلامی در قدرتش، در به اصطلاح نیروی قویش نیست، در ضعف ماست. چیزی که من هفته گذشته شما فرمودی چرا عصبانی، چی عصبانیت من از اینه که ما صد ساله داریم اشتباه میکنیم. وقتی من مقایسه کردم جناب آقای طنزاده، اشتباه فکر کردم من شاهزاده رضا پهلوی رو میگم، وقتی من مقایسه کردم بین یکی که مثل امیرعباس فخرآور و ابراهیم یزدی، اینا چه فرقی با هم میکنن؟ اینا کارگزار یه دولت خارجی هست. ما تا کی باید بریم تو سفارت روس و انگلیس متعصب بشیم، امروز دست دامن یک کسایی تو دنیای سیاست بشیم که بیشباهت به دلقک ها نیستن، نه اینا بشیم؟ این ضعف ما جمهوری اسلامی قوی نیست. بارها من اینو عرض کردم خدمتتون، ولی سوال اصلی من از این موضوع پرد نمیشیم. از آقای طویزاده خیلی رک و راست سری، آقای طویزاده اگر این جمهوری اسلامی با سیاستهایی که به خرج میده
ما رو ببره به یه لبه پرتگاه که شما شخص شما به عنوان کارشناس مجلسی برسید سر این دورایی که اولویت با کدوم سرنگونی جمهوری اسلامی یا حفظ تمامیت ارضی کشورمون، یعنی جمهوری اسلامی سیاستایی به خرج بده که ما بریم این لبه پرتگاه و اوضاع رو یه جوری به هم بزنه که ما برسیم به این دورایی که امروز بیام این جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، پس حفظ تمامیت ارضی کشورمون چی میشه؟ اگه بخوام اونو حفظ کنیم باید جمهوری اسلامی چه معذرت بخوام چه خاکی سر با این حکومت کنیم؟ شما کدوم اولویت قرار میدید؟ ممنونم. اولویت من کاملا روشنه. شاید در بحث‌های گذشته‌ای که داشتیم به این صحبت پرداختیم، ولی نکته‌ای که من تأکید به اون می‌کنم این است که تمامیت ایران، یک پارچگی ایران، بقای ایران در گروه دست‌های علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی نیست. دسیسه های جمهوری اسلامی در مسیری است که میخواد بگی اگر ما نباشیم، یعنی جمهوری اسلامی نباشه، این مملکت تجزیه میشه، در حالی که جمهوری اسلامی است که عامل تحریک تجزیه طلبی در درون ایران شده، نفاق هایی که بیرون از مرزهای ایران ایجاد کرده، ضعفی که در درون ایران ایجاد کرده، حکومت دیکتاتوری که علیه مردم ایران اعمال کرده، ضعف اقتصادی که مردم رو به فقر کشیده و حالا چاره ای ندارن به جز آویختن به تناب قومیگری برای اعتراض به وضع موجود، باعث شده که این تحریکات حالا شکل جدیتری بگیره. اگر جمهوری اسلامی نبود مردم، یا نباشه، مردم ایران مردمی هستند آزاد که میتونن در یک نظام دموکراتیک زندگی بکنن. اگر نظام دموکراتیک داشتن، با توجه به ذخیره های عظیمی که این مملکت داره، از نفت و گاز تا بضاعات کشاورزی برای تغذیه بیش از 200 میلیون نفر، این مملکت میتونست و این فرصت از دست داد که در جمع 5 قدرت بزرگ دنیا باشه و هنوز هم میتونه در جمع کشورهای مرفه دنیا باشه. و اگر کشوری در دورون مرفه بود، انگیزه ای برای به هم زدن بازی نداره. اگر امروز ما تحریکاتی رو میبینیم برای اینکه وضع موجود ایرانی رو، ایرانی که در کردستان زندگی میکنه، ایرانی رو، ایرانی که در بلوچستان زندگی میکنه، ایرانی، ایرانی که در خوزستان زندگی میکنه، از زندگیش راضی میکرد. چون بیکاره، وقت دیگری نداره، آسیست و گرفتاره، و چون هم حکومت به سرش چوب میزنه و جلوش نون خوش پرتاب میکنه، چاره جز اسیان نداره. فردای ایران به جمهوری اسلامی وابسته است، ولی در جهتی که شما میگید خیر، در جهت عکسمون، اون روز که جمهوری اسلامی نباشه، روز آغاز انسجام ملی ایرانه. تشکر، تشکر. البته پرسشون هم واقعا غلطه. اولا کی گفته که جمهوری اسلامی قوی است و قدرت جمهوری اسلامی در ضعف ماست؟ درست مثل که شما تصور بفرمایید مردی که باباش، پدری که پسرش رو کتک میزنه، فرزندش رو کتک میزنه، آدم نیرومندی است؟ نه، آدم بدبختیه، از سر ضعف داره بچهش رو میزنه. جمهوری اسلامی هم همینه. چه قدرتی که دارم چشمشون رو باید به واشنگتن باشه کی انتخاب میشه. هر وقت حکومتی در ایران بر سر کار آمد که فعل و انفعالاتش روی دنیا اثر گذار باشه، اون وقت ما میتونیم ادعای قدرت بکنیم. دلار یک کمی اینجوری اینجوری میشه، تمام اقتصاد ایران به هم میخوره. دلار داریم میخریم 4000 تومان. کدام قدرت؟ اصلا این سوال شما غلطه. بذارید آقای میبودی، صورت مسئله یعنی غلطه، صورت مسئله غلطه. شما یه پدر خشمگینی که فرزندش رو کتک میزنه، شما در حد یه آدم قوی میبینید، من در حد یه آدم ضعیف، بدبخت، بینوای، عاجز، هیچ کار جزی از دستش پر نمیاد. ببخشید، بفرمایید آقای میبودی. چون این آقای باریکین سوال مستقیمی کرد، بذارید من یک پاسخ آروم و مستقیم هم به او بدم. اگر صدام به ایران چیره میشد و من انتخاب داشتم بین صدام حسین و روح الله خمینی، چون روح الله خمینی به هر حال در ایران زاده شده بود، شناسنامه ایرانی داشت، گذرنامه ایرانی داشت و آدمهایی که انتخاب کرده بود لااقل اکثرا ایرانی بودند و خودش منسوب به ایران میدونست، من ترجیح میدادم که یک ایرانی حاکم باشه و ظالم باشه، چون مسئله اون رو من مسئله خودم میدونستم و مسئولیت خودم رو رفتار کردن با او
ترجیح میدادم تا یک آدمی مثل صدام یک عرب بیاد حاکم کشورم بشه. از بین اردوغان و علی خامنه ای هم طبیعی است که با انزجار، ولی با انتخاب علی خامنه ای رو بر آقای اردوغان به عنوان حاکم با زور به ملت ایران ترجیح میدم. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای نبیدی و آقای دکتر تقی‌زاده. آلوانش رو درود بر حضرت عالی، بفرمایید. سلامت باشید آقای تقی‌زاده، امیدوارم منچستر یونایتد امروز ببره، یه بازی داره یک ساعت یک ساعت. من هم امیدوارم روز هفته گذشته در تحتیلات من برنامه هفته گذشتتون رو تکرارش دیدم. بله، این آقایی که از ایران زنگ میزنن، حالا شما هر اسمی میخواید بذارید، من ایشون رو یک کارمند وزارت اطلاعات و بازوی زندان میدونم و اینا یک ذره شرف ندارن تو زندگیشون. کسی که به دختر مردم تجاوز میکنه بعدش هم حکم اعدامش رو زیرش انزان، اینا شرف ندارن. ایشون از تلویزیون شما و این تلفن ها سوء استفاده کرده، متوجه هستید؟ آزادی هم یه چارچوبی برای خودش داره. برای شما و مهمون شما آقای دکتر تقی‌زاده، آقای دکتر فرهام، برای شما تکلیف صادر میکنه. شما چرا اینو نمیگی، چرا اونو میگی؟ شما بیا تلفن تو بزن سوغا، ولی تعیین تکلیف برای دیگران نکنید. اجازه بدید، ایشون مدت ها داره به تلویزیون شما زنگ میزنه و سوال جواب میکنه. یک بار هم شده اجازه بدید آقای تقی‌زاده از این سوال بکنه، چرا در ایران دارن بچه هایی که به دنیا نایمدن دارن میپروشن؟ این سوال های جامعه چی کار داری قضیه ایران و مسئله این دوزی هایی که داره میشه، این پول ملت که دارن، این جنگل هایی که مار ملت ایران دارن عبه میبرن، مار خودشون میکنن، این ده ها هزار هکتار زمین به خودشون میبرن، اینا رو مطرح بکنن. این بازجو میان زنی میبرن و طلبکار هم از شما هست، برای آقای میبودی تعیین تصدیق میکنه. شما اپوزیسیون هستید نیستید؟ خیلی ممنون از تلفنتون. من رو سپاسگزار. تو توضیح داری؟ من آقای میبودی فکر نمی کنم که با اینکه قبول دارم این آقایی که به اسم ثابتی در برنامه میاد صحبت حکومت رو میکنه، هنوز اعتراف نکرده که کارمند حکومت هست یا نه، ولی یک با نزاکته که حتما این سیاست تازه است که یا سیاستی است که در پیش گرفتن، اگر تازه نیست حرف حکومت رو میزنه. ولی چون حکومتی بی آبروز، حکومتی جایی برای دفاع از خودش باقی نگذاشته، وقتی از طرف طرفدارانش، مامورینش، هر کس که هستند مسائلی رو مطرح میکنه که شخص مورد نظر ما مطرح میکنه، این فرصت رو فراهم میکنه که واقعا لکه دیگری به دامن جمهوری اسلامی بنشینه. اون کسی که تأثیر میگیره من و شما نیستیم، چون ما خودمون رو در سمت حق میبینیم. اون کسی که تأثیر میگیره آقای باریکبینه که اگر واقعا اخلاق کاری به اون حکم بکنه، باید در این مدتی که با ما گفتگو داشته نظرش نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده باشه. اگر مأمور وزارت اطلاعات با کارمندهای خودش نکاتی که میگیم در میون بگذاره، اگر مأمور اطلاعات سپاه هست با جوانهای همسن سال خودش یا گروه خودش این مسائل رو در میون بگذاره و به نتیجه عقلی برسه. ولی اگر واقعا اخلاق حرفه‌ای با اخلاق شخصی جدا هستند نزد اشخاصی از این دست، خب به هر حال اون کار حرفه‌ای خودش رو میکنه. ولی در ضمن فرصت به ما میده تا ما بتونیم نقطه نظرهایی که باور داریم حق منعکس کنیم. تشکر میکنم. اعتراف نکردی که صدای تلویزیون رو کم کنید، بفرمایید. آقای بیبونی سلام، سلام بر شما، بفرمایید. آقای بیبونی من فقط سلام از آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، این که دلار رفت بالا که الان خارجی های خارجی از کشور دارن بشکن بشکن میزنن، چون اینا فقط دارن میرن با یه پولا میرن تو ایران سرمایه گذاری میکنن، خونه میخرن، زمین میخرن، اونایی که دارن، اونایی که ندارن که قصه میخورن. یه دلاری که رفت بالا بر اساس این مسئله انتخابات آقای ترامپ یا این مسئله دوزی 63 حساب بانکی آقای قوه قضایی هن که جمهوری اسلامی بالاخره برای هر کاری که میخواد در گوش بذاره یه جبسازی میکنه، یه کاری میکنه برای که به ذهرش هم بشه، مثل خیلی کارهای گذشتش که وقتی مورد خسارت قرار میگیره و من برای حاضرم اصلا پولشو میدم. حالا خواستم این جریان این مورد چیه؟ بچه از جن جنجه بینندان
من نمیدونم این آقای باریکزین چه حرفی بری میزنه که بعضی حقیقا نسبتش بدبینه. چهار کلم حرف میزنه میاد و بالاخره سهمش سوال میکنه، سوالای خوبم میکنه و با واقعا یاد میگیریم ازش. بعضی هم من ایراد میگیرم بابا اگه ناراحت هستین شما بیاین تو تلویزیون به جایی که این هم اسمشه بیارین بیاین راجبش صحبت بکنین، بیاین بر علیه صحبت بکنین، بیاین راجب سوالش جوابشو بدین. چرا اینقدر اذیت میکنین؟ بابا اونم هم وطنه، اونم تو کشوره، اون به شاهزاده داره میگه شاهزاده، احترام میذاره، شما هم احترام بذارین. من به آقای باریکزین درود میفرستم. خدا بزاره. ایشون یکی از مخالفان حضور باریکپین بود. این نظر چقدر عوض بود و به نظرم درسته. خود اومدن باریکپین دریچه های تازه باز میکنه. من متوجه میشیم اونا در ایران چی فکر میکنه. دستگیم حکومت، اگه معتقدید که به حکومت وابستگی داره، من چنین اعتقادی ندارم. نظرم اهمیت نداره. چه اهمیت داره؟ ما الکنیم، گوش میکنیم، جواب میدیم دیگه. از چی با همه داریم؟ اینقدر صدمه دیدیم تو دنیا که این چیزا دیگه بیشوا. خب از بازداشت عبور میکنی با کی هستیم؟ با آقای دکتر. آجاری امروز نارنگی صرف نفرمودی؟ میل نکردی؟ نرسوندن بهتون؟ امروز شیشتونگ حواسم بعد از تموم شدن ساعت کار، بازی تقریبا در حدود دو ساعت دیگه تیم فوتبال منچستر یونایتد با یک تیم انگلیسی دیگه. شرط بندی هم میکنید یا نه؟ نه، اهل شرط بندی نیست. ولی شرط بندی اونجا هست نیست؟ شرط بندی همه جای دنیا هست. شما تو همون تا که نشستی میتونی از کامپیوتری که دارید با هر تیم دیگری از هر گروه دیگری شرط بندی کنید، روی تیم ها پول بگذارید، پول ببرید، پول ببازید و این دو چیزا. ولی بعد از بازارچی آگهی ها من توضیح این بیننده آخر رو میخوام فراموش نکنم عرض بکنم در مورد ریال و وضعیت اقتصادی ایران و اینکه واقعا چه کسانی بشکن میزنن. بسیار عالی، بسیار عالی. لازم کسانی که روی ترامپ سرمایه گذاری کردن در انتخابات به ویژه در لاس وگاس میلیون ها ده ها میلیون دلار به جیب زدن. اونایی که روی ترامپ چه یک دلار 80 دلار گرفتن، در یک دلار 80 دلار. هیچ کس تصور نمی‌کنه ترامپ برنده بشه. با آقای دکتر تقی‌زاده ببینیم دکتر تقی‌زاده توضیحاتشون چیه درباره دلار و بالا رفتن ارزش بشه. نقش دولت هم نباید فراموش کرد. آقای دکتر بفرمایید. اون بیننده که شما صدایشون رو پخش کردید که تقریبا 15 سال یا بین 10 تا 15 ساله که دیگه ایرانی های خارج از کشور به ایران پول نمیبرن. کسی که پولش رو به جای میبره باید احساس امنیت بکنه. باید بدونه که سرمایه گذاریش بازده چشمگیر داره. حتی اونایی که پول میبردن، البته عده پول بردن قبلا چون ناگزیرن در حساب های ریالی نگه داشتن، براشون همیشه هم دشوار بوده که این پول رو به مبدأش برگردونن. ولی این ریشه ها به بیش از 10 سال پیش برمیگرده. از 10 سال پیش، 15 سال پیش به این طرف، عملا از بعد از دوران خاتمی کسی از خارجی ها به اون صورت موجی به فکر سرمایه گذاری در ایران، ارسال پول به ایران، تبدیل پول های خارجی، دلار یا پوند یا هرچه یورو، به پول های محلی نکرده. به یه علت ساده که روند کاهش ارزش پول ملی اگر در انتهای یک سال تمام بهره بانکی رو که به اون پول میدادن خورده، لاقل در یک سال و نیم بعد از اون این کار انجام داده. عملا وقتی بعد از 4 سال 5 سال یک سرمایه گذار خارجی مثلا 100 هزار دلار، 500 هزار دلار یا هر چی به ایران برده، در بانک گذاشته، زمانی که بخواد این پول رو به کشور مبدأ خودش بر به آمریکا یا مثلا به هر جای دیگه برگردونه، به علت کاهش ارزش ریال و افزایش پولی که قبلا برده خورد کرده، پولی که دستشو میگیره به مراتب کمتر از اون پولی است که همراه خودش برده بود. یعنی اگر 500 هزار دلار برده، بعد از 5 سال به علت گران شدن دلار در محل 500 هزار دلار دستش رو نمیگرفته. تصور بکنید در طول این چند سال دلار از 900 تومان به 4000 تومان رسیده، یعنی 400% قیمت اون تغییر کرده. چقدر سود بانکی باید بگیرید که این 400% افزایش رو بتونه جبران بکنه؟ بنابراین اون کسانی که خارج از ایران هستن بشکن نمیزنن. بشکن رو دولت روحانی میزنه، البته در خفا، برای اینکه افزایش
قیمت دلار در بازار ایران که به نوعی افزایش به دست دولت هست، اگرچه در جایی باعث افزایش تورم، در جایی نشان دهنده ضعف اقتصادی مملکت هست، در جایی هزینه های دولتی رو هم که روزمرگی میکنه تامین میکنه. دولت در ایران نقشی رو داره در ارتباط با ارزهای خارجی و قیمت اونها، که عربستان سعودی در مورد قیمت نفت در بازارهای بین المللی داشت، اگرچه تأثیر گذاره ولی نقش اون نقش تأثیر گذاره نهایی نیست. با این حال به این علت که عربستان بزرگترین صادرکننده نفت دنیاست و به این علت که جمهوری اسلامی بزرگترین عرضه کننده ارزهای خارجی به بازار هست، با کاهش و افزایش عرضه ارز به بازار داخلی ایران میتونه به نوعی به قیمت‌های ارزهای خارجی در ایران اثر بگذاره. ولی اون چیزی که باعث سقوط قیمت پول ارزش پول ملی ما میشه و بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی، واقعا بی‌اعتمادی به آینده ایرانه. در کنار کاهش تزریق ارز به بازار، نتیجه بی‌اعتمادی به آینده ایرانه، نتیجه بی‌اعتمادی به بورساست، نتیجه بی‌اعتمادی به بقیه روال‌های سرمایه‌گذاری است و نشانه اصلی سقوط اقتصادی. ولی در خفا همونطور که گفتم، چون دولت روحانی میتونه با افزایش قیمت دلار، دلارهایی رو که به بازار میبره با قیمت گرانتری بفروشه، در کنار چاپ اسکناس، این هم براش منبع درآمدی میشه تا بتونه هزینه های ریالی خودشو به معلم و ارتشی و نمیدونم کارمندانی که داره بپردازه. وگرنه در این مورد هم باز میمونه. توجه بکنه که در طول زمانی که حسن روحانی دولت تدبیر امید سر کار آمده، میزان تزریق اسکناس، چاپ اسکناس بدون پشتوانه، سرعتش از دوره دولت احمدی نژاد بیشتر شد. جالبه، جالبه. یه روزی از دوستی که آقای دکتر پدرش روی گمرک در ایران کار میکنه، تو میگه گمرک کاری به خود حکومت و عوامدش نداره، اینا اصلا از گمرک هرگز رد نمیشه، جنسی وارد نمیشه که گمرک برش نظارت داشته باشه، اونا کار خودشون میکنن. گفتم که چرا این بهره‌های بزرگ بانک 21%، 20%، 25% حتی، چرا دولت جلوش نمیگیره، حکومت جلوش نمیگیره؟ به خاطر که خودشون بزرگترین بهره گیرندگان هستن از پولایی که نزد بانک‌ها دارن. و این همین چند روز پیش که ماجرای آقای صادق لاریجانی فاش شد که 1000 میلیارد سالی 250 میلیارد تومان فقط ربای بانک، بهره بانکی میگیره. بگون رئیس دستگاه عدالت در مملکت، بعد میگه یکی از بزرگترین از این علما که اونم بهره های بانکی بزرگ میگیره آقای مکارم شیرازیه، گفت خود اینها بیشترین بهره رو دارن میگیرن، در چه چرا جلوشی میگیرن؟ بعد میگم تو آقای این پولا که از مردم میگیرن به این بهره های کلان میدن چه کار میکنن؟ گفت اینا میره میشه کالا از خارج وارد ایران میشه، کالای 30 سنتی میفروشن در بازار 5 دلار انباری تحویل، 5 دلار یه سهمیش هم میندازن جلو و کسی که پولش گوشه از بانک دارن، چه اقتصاد مملکت رو مزمحل کردن. هیچ کسی که دوباره کار تولیدی نمیره وقتی میشه پول گذاشت تو بانک 25% گره. خب میریم خط دیگه. درود بر شما، میفرمایید. درود بر شما آقای استیمودی. قربانشون. درود بر حضرت علی، بفرمایید. چگونه است که دوست و همکار عزیز شما آقای بارکبین کتکش زنجنده، درود بر شما، بفرمایید. خیلی آدم بی تربیتی هستی. شرف بارکبین 100 برابر بیشتر از تو، 100 برابر. خیلی آدم بی ادبی هست، مردک. درود بر شما، بفرمایید. بعدم چیکار زن مردم رو خجالت بکش؟ مرد به خودش دعوا داری دعوا بکن. تو میخوای بگی از اون بیشتر میفهمی؟ از اون بیشتر آدمی؟ درود بر شما، بفرمایید. الو، بفرمایید قربان. روز شما بخیر جناب بودی عزیز. روزتون بخیر. اگه به من گفته بودی چی نمیگفتم. ولی خیلی آدم خیلی بی معرفتی. خیلی خیلی بی ادبی. بفرمایید قربان. عرض کنم که در این چند سال اخیر، به خصوص در این 10 سال اخیر،
تغییرات بزرگی تو زندگی نوع بشر به وجود اومده. مادیات ارزش پیدا کردن. مردم برای پول زندگی میکنن، نه برای زندگی زندگی بکنن. حیوانات، گیاهان جدا جدا تکامل رو پیش میبرن میرن، ولی بشر گویا عقب نشینی میکنه. زمانی تا چند سال پیش مترقی ترین موجود زنده بشر بود. الان حتی میتونی یه بچه گربه رو بگید از یک بشر مقدس تره. باور کنی چنین هست؟ باریکلا، درسته. گز دیده نشده در عالم حیوانات حیوانی نوع دیگر حیوان خودشو یا نظیر خودشو بکشه. اصلا که چیزی نیست. فقط یک غریزه بین بعضی فیل ها هست که فیل ها وقتی بیمار میشن مجبور میشن این یه نفر بیمار رو بکشند. اون استثنائی است، ولی میلیارد نوع حیوان داریم ما. میلیارد ها نوع. داریم میبینیم که این بشر همیشه من میگم نوع بشر دانش و تکنولوژی است اهمیت داره. و ای کاش نمیداشت 500 تا 500 تا بچه ها در آب دریا خفه میشن که محل زندگیشون رو میخوان عوض کنند. باید انسان های فهیم و اندیشمند فکری به حال بشر بکنن. به جای سازمان ملل، ما سازمان ملل نمیخوایم. اندیشمندان باید قدرت داشته باشند کودکان رو، انسانها رو نجات بدن. تشکر میکنم آقای پرام، تشکر میکنم. خب دکتر تقی‌زاده عزیزون، پست خدام برنامه متعلق به شما. این آقا حاد ما رو گرفت. میگم اگه به خود من حمله کرده بود سکوت میکردم، ولی به شنونده آدم حمله میکنم. بعضی بزن بچه مردم حمله. آخه این چه روشیست؟ چی میخواد آدم وقتی میاد روی خط میخواد اثبات بکنه شعورش، سوادش، انسانیتش، فضیلتش، مردانگیش بیشتر از بقیه است، بیشتر از بقیه میفهمه؟ آخه یه نمایشی از این مردانگی هم بده، نشانه‌ای از این نمایش از این فضیلت هم بده. آخه شما که خیلی بدتر از اون هستی که ببخش. در خدمتم، بفرمایید. آقای میبودی، کسی که فاقد منطقه، جایی که منطق وجود نداره، ما صدای فریاد میشنویم که فریاد زشته، ولی زشترین نوع فریاد فحاشی است. بنابراین وضعیت کسی که به روی خط آمد و دهانش رو باز کرد کاملا روشنه که چی بوده. ما باید تحمل گفتگو با مخالفمون رو داشته باشیم، باید تحمل گفتگو داشته باشیم، و این مزیت انسانی تفاوت ایجاد میکنه بین انسان و موجود زندهی که قادر به سخن گفتن نیست. و همونطور که عرض کردم، فحاشی نوعی خشونتگرایی است. فحاشی فریاد زشته، و اگر بخوایم این دریچه رو بروی خودمون ببندیم، از انسانیت واقعا فاصله گرفتیم. و من واقعا متاسفم از این که هر از گاهی ناگزیری وقتی که دریچه ها رو باز میکنیم برای جریان دادن به فکرها، با این نوع جریان های نامانوس هم روبرو میشیم. کاملا. یه نفر میشه مثل آقای مجید آبادانی میاد، تو نظرش میگه شنیدید؟ یعنی شما میگید آقای باریکپین حرفاش زهراجینه یا مثلا سیاسی است. خب شما که حرفات که دهانت پر از فاضل آبه. خب شما که بدترید که. تشکر میکنم از حضور آقای دکتر تقی‌زاده عزیز. سپاس از آقای امیر شهر، معروفترین امیر دنیا، امیر شهرتی. همیشه میگم آقای دکتر تقی‌زاده، خدا نکنه امیر شهرتی بخواد کاری بکنه، یعنی خدا و خدا نکنه کاری نخواد بکنه، محال اون کار انجام بشه. هزار یک رقم بهانه میاره. بله خب معمولا کار ما رو را میندازه. به در مسجد تبدیل کنید. چی؟ یعنی کاری نکنید که امیر شهرتی رو به در مسجد تبدیل کنید که نه کندنی باشه نه سوختنی. نه خیلی ممنونم ازش، خیلی زحمت کشه. آفرین برو. سپاس،